خرقانی برخلاف صوفیان خلوت گزین، مخالف هر گونه مردم گریزی و پناه بردن به کوه و بیابان بوده تا در اونجا به حقیقت دست پیدا کنه. گفت هر که تنها نشیند و با خداوند خیش بود، علامت آن بود که او خدای را دوست دارد. و هر که در میان خلق نشیند و با خدای او را خوش بود، علامت آن بود که خدای او را دوست دارد. و ما در زمانی که شعر خواندن را اقوای اجنه می دونستن و موسیقی را حرام می دونستن، ابوالحسن میگه کسی سرودی بگوید، یعنی آواز بخونه، و بدان حق را خواهد، بهتر از آن بود که قرآن خواند و بدان حق را نخواند یا نخواهد. و اما شاید مهمترین نکته در زندگی ابوالحسن خرقانی تأثیر روحانی و ارتباط معنوی او با سلطان العارفین بایزید بسطامی باشه که حدوداً 100 سال پیش از او میزیسته و تولد او رو بشارت داده بوده. در تذکرة الاولیاء عطار اومده که ابوالحسن خرقانی به مدت 12 سال هر شب هنگام غروب از خرقان راهی بسطام می شده تا از روح بایزید بسطامی مدد بگیره و بعد از نماز صبح راهی خرقان می شده. و نکته جالب اینه که تمام مسیر بازگشت رو طوری برمی گشته که پشت او به آرامگاه سلطان العارفین نباشه. عطار در تذکرة الاولیاء میگه نقل است که بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی، چون بر خرقان گذر کردی به استادی و نفس برکشیدی. مریدان از وی پرسیدند شیخا ما هیچ بوی نمیشنویم. گفت آری که از این دیه بوی مردی میشنوم. مردی بود نام او علی و کنیت او ابوالحسن، به 3 درجه از من بیش بود. بار ایال کشد، کشت کند و درخت نشاند. بازم بشنویم از زبان مولانا. آن شنیدی داستان بایزید که زهال بوالحسن پیشین چدید. روزیان سلطان تقوا می گذشت، با مریدان جانب صحرا و دشت. بوی خوش آمد مرورا ناگهان، در سواد ری ز سوی خارقان. هم بدانجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. بوی خوش را عاشقانه می کشید، جان او از باد باده می چشید. چون در او آثار مستی شد پدید، یک مرید او را از آن دم بررسید. پس بپرسیدش که این احوال خش که برون است از حجاب 5 و 6، گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید، می شود رویت چه حال است و نوید. می کشی بوی و به ظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. قطره ای بر ریز بر ما زان سبو، شمه ای زان گلستان با ما بگو. گفت زین سو بوی یاری میرسد، کاندر این ده شهریاری میرسد. بعد چندین سال میزاید شهی، میزند بر آسمان ها خرگهی. رویش از گلزار حق گلگون بود، از منو اندر مقام افسون بود. کیست نامش؟ گفت نامش بوالحسن. کلیهش را گفت ابرو و زغن. آری او بعد از وفات من بیاید، درخت نشاند، زرع کند و بار عیال کشد و مردمان را به طریق خیر ارشاد کند. چون رسید آن وقت آن تاریخ راست، زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت. از پس آن سالها آمد پدید بوالحسن بعد وفات بایزید.
جمله